اول قرنتیان فصل هفتم. و اما درباره چیزهایی که به من نوشتید، بهتر است که مرد مجرد بماند، ولی چون دور ما پر از وسوسه های جنسی است، بهتر است هر مرد برای خود زنی و هر زنی نیز برای خود شوهری داشته باشد. زن و شوهر باید وظایف زناشویی خود را نسبت به یکدیگر انجام دهند. زن اختیار بدن خود را ندارد، زیرا او متعلق به شوهر خیش است، و همچنین مرد اختیار بدن خود را ندارد، زیرا به زن خود تعلق دارد. یکدیگر را از حقوق زناشویی محروم نسازید، مگر با رضایت طرفین برای مدتی از یکدیگر دوری کنید تا وقت خود را صرف راز و نیاز با خدا نمایید. اما پس از آن روابط شما در امور زناشویی به صورت عادی برگردد. مبادا ضعف شما در این مورد باعث شود تسلیم وسوسه های شیطان شوید. این یک حکم نیست، این امتیازی است که به شما می دهم. کاش همه شما در این مورد مانند من باشید. اما خداوند به هر کس استعداد خاصی داده است، به یکی یک قسم و به دیگری به نحو دیگر. به اشخاص مجرد و بیوزنان می گویم، برای شما بهتر است که مانند من مجرد بمانید. ولی اگر نمی توانید جلوی خواهش های خود را بگیرید، ازدواج کنید، زیرا ازدواج کردن از سوختن در آتش شهوت بهتر است. برای متأهلان امری می دهم که امری خودم نیست، بلکه از جانب خداوند است. یک زن شوهردار نباید شوهر خود را ترک کند، اما اگر چنین کند، یا باید تنها بماند و یا آن که دوباره با شوهر خود آشتی کند. شوهر نیز نباید زن خود را طلاق بدهد. به دیگران میگویم، این را من میگویم نه خداوند، اگر مردی مسیحی زن بی ایمان داشته باشد و آن زن راضی به زندگی با او باشد، مرد نباید او را طلاق دهد. و همچنین زن مسیحی که شوهر بی ایمان دارد و شوهرش راضی به زندگی با او باشد، آن زن نباید شوهر خود را ترک کند، زیرا شوهر بی ایمان به وسیله زن ایماندار پاک و مقدس می شود، و زن بی ایمان نیز به وسیله شوهر ایماندار خود چنین پاک و مقدس می شود. در غیر این صورت اولاد شما ناپاک و نجس می بودند، حالان که اکنون نیک و پاک هستند. اما اگر یک نفر بی ایمان بخواهد همسر مسیحی خود را ترک کند، مختار است. در این گونه موارد خواهر یا برادر مسیحی دیگر پابند نیستند، زیرا خدا ما را به سلامتی خواسته است. ای زن، تو چی می دانی که شوهرت به وسیله تو نجات نیابد؟ و ای مرد، تو از کجا می دانی که وسیله نجات زن خود نخواهی شد؟ به هر حال، هر کس در آن حالی که خدا برایش معین نموده و او را در آن حال خواسته است بماند. امر من در تمام کلیساها این است: آیا مرد سنت شده دعوت خدا را پذیرفته است؟ چنین شخص آرزو نکند که سنت نشده باشد. آیا کسی در حالت سنت نشده دعوت شده است؟ او نیز نباید سنت شود. سنت شدن یا نشدن اهمیت ندارد. آن چی مهم است، اطاعت از احکام خداست. پس هر کس باید در همان حالت بماند که در آن دعوت خدا را پذیرفت. آیا در بردگی دعوت شدی؟ از این ناراحت نباش. اما اگر می توانی آزادی خود را به دست آوری، آن را از دست نده، زیرا غلامی که به پیوستگی با خداوند دعوت شده باشد، آزاد شده خداوند است. همچنین شخص آزادی که دعوت خداوند را پذیرفته است، غلام مسیح می باشد.
شما به قیمت گران خریده شده اید، پس به بندگی انسان تن در ندهید. بنابراین ای برادران، هر کس در همان حالتی که در آن دعوت شده بماند، ولی با خدا زندگی کند. در خصوص اشخاص مجرد از طرف خداوند امری ندارم، ولی به عنوان کسی که به لطف خداوند قابل اعتماد است، عقیده خود را می گویم. با توجه به اوضاع سخت فعلی، بهتر است هر کس همان گونه که هست بماند. آیا متأهل هستی؟ خواهان طلاق نباش. آیا مجرد هستی؟ در فکر ازدواج نباش. اما اگر ازدواج کنی گناه نمی کنی، و دختری که شوهر کند مرتکب گناه نمی شود. ولی زن و شوهر در این زندگی دچار زحمت خواهند شد، و من نمی خواهم شما در زحمت بیفتید. ای برادران، مقصدم این است، وقت زیادی باقی نمانده است، و از این پس حتی آنانی که زن دارند باید طور زندگی کنند که گویا مجرد هستند. ماتمداران طور رفتار نمایند که گویا غمی ندارند. خوشحالان طور زندگی کنند که گویا خوشی را فراموش کردند، و خریداران طور رفتار کنند که گویا مالک آن چی خریدند نیستند. و کسانی که به کارهای دنیوی مشغول هستند طور زندگی کنند که دلبسته این دنیا نشوند، زیرا حالت کنونی دنیا به زودی از بین خواهد رفت. آرزوی من این است که شما از هر نوع تشویش دور باشید. مرد مجرد به امور خدا علاقمند است و می خواهد خداوند را خوشنود سازد. اما مرد متأهل به امور دنیوی علاقمند است و می خواهد همسر خود را خوشنود سازد، و به این سبب او به دو جهت کشیده می شود. همانطور یک زن بی شوهر یا یک دختر به امور خدا علاقه دارد و می خواهد در جسم و روح پاک و مقدس باشد، اما زن شوهردار به چیزهای دنیوی دلبستگی دارد، یعنی می خواهد شوهر خود را خوشنود نماید. برای خیریت شما این را می گویم، و مقصدم این نیست که برای شما قید و بند به وجود آورم، بلکه می خواهم آنچرا که صحیح و درست است انجام دهید، و بدون هیچ مشغولیت خاطر تمام وقت و هستی خود را وقف خداوند نمایید. با وجود این، اگر کسی گمان کند که نسبت به دختر خود بی انصافی می کند و دختر او از حد بلوغ گذشته و باید ازدواج کند، و اگر او می خواهد دخترش ازدواج نماید، گناه مرتکب نشده است. اما اگر پدری از روی میل و اراده خود و بدون فشار دیگران تصمیم جدی گرفته است که دختر خود را دختر پاک دامن نگه دارد، کار نیکو می کند. پس شوهر دادن دختر نیکوست، ولی شوهر ندادن او نیکوتر است. زن تا زمانی که شوهرش زنده است به او تعلق دارد، ولی هرگاه شوهرش بمیرد او آزاد است با هر کسی که می خواهد ازدواج نماید، به شرط این که در پیوستگی با خداوند باشد. اما به عقیده من، اگر او مجرد بماند شادتر خواهد بود، و گمان می کنم که من نیز روح خود